بازگشت پسر گم شده اثری از هنری جی نیوین مترجم پدرام زابولی سخن آخر زنده بودن نقاشی وقتی که برای نخستین بار در پاییز سال 1983 میلادی پستر تابلوی رامبراند را دیدم تمام توجه من به دستان پدر پیری بود که فرزند بازگشتش را به سینه می فشرد. من اف، آشتی و التیام را در آنها دیدم. من همچنین امنیت، آسایش و در خانه بودن را در آنها مشاهده کردم. عمیقا مجذوب این در آغوش کشیدن شدم زیرا من نیز اشتیاق داشتم مثل پسر گم شده همه این چیزها را دریافت کنم و به دست بیاورم. رویارویی با این اثر خود آغازی بود برای بازگشت خود من به خانه. مجتمع لارش به تدریج خانه من شد. هرگز در خواب هم نمی دیدم که مردان و زنان عقب مانده ذهنی بتوانند کسانی باشند که خانه به من پیشکش کنند. برای مدت ها من در میان عاقلان و باهوش ها به دنبال امنیت می گشتم. برایم مشکل بود که تصور کنم مسائل مربوط به ملکوت خداوند برای کودکان و کمهوشان آشکار و هویدا باشد اما وقتی که پذیرایی گرم و بیمباهات افرادی را که چیزی برای بروخ کشیدن و فخر فروختن نداشتند دیدم و هنگامی که توسط انسانهایی که هیچ پرسشی از من نکردند به آغوش کشیده شدم تازه متوجه شدم که یک بازگشت واقعی به خانه یعنی بازگشت مردم بیچیز و فقیر به سوی کسی که قلم رای بهشت به او تعلق دارد. هنگامی که توسط این افراد عقب مانده ذهنی به آغوش کشیده شدم، به آغوش کشیده شدن توسط پدر برایم به واقعیت گرایید. نظری دوباره به نقاشی همزمان با ملاقات این مردم که در فقر روحی و روانی به سر می بردن به من این موقعیت را داد که ارتباطی ریشهای و عمیق با اسرار و معمای رستگاریمان برقرار کنم این ارتباطی است بین نعمت و محبتی که خداوند میدهد و نعمت و برکتی که مردم فقیر میدهند در لارش من توانستم ببینم که هر دوی این نعمت‌ها ها در واقع یکی هستند. نابغه هلندی نه تنها مرا بران داشت تا به عمیق ترین اشتیاق دست پیدا کنم بلکه مرا راهنمایی کرد تا بیابم که آن اشتیاقها میتوانند در جایی که او را برای اولین بار دیدم کامل شود. حالا حدود شش سال از زمانی که پستر رامبراند را برای اولین بار در ترسلی دیدم و پنج سال از زمانی که تصمیم گرفتم به لارش بیایم و در آنجا مسکن گزینم میگذرد وقتی خوب به این سال ها فکر می کنم متوجه می شدم که این مردم با معلولیت ذهنی و مددکارهایشان مرا وادار کردند که نقاشی رامبراند را بیش از آنچه که انتظارش را داشتم زنده ببینم استقبال های گرمی که از من در خانه های لارش شد و مهمانی هایی که به افتخار من برپا گردید به من اجازه داد تا بازگشت پسر کوچکتر را عمیقا تجربه کنم. در اینجا علائم استقبال زیاد دیده می شود. در آغوش کشیدن ها، ها، آوازها، و جست و خیز ها و مهمانی ها وجود دارند که برای افرادی که خارج از این محیط هستند به نظر می رسد که در اینجا همیشه جشن و شادی برپا است. من همچنین داستان پسر بزرگتر را در زندگیم تجربه کردم. من واقعا تا زمانی که تابلوی کامل را در سن پترزبورگ ندیده بودم نمیدانستم که پسر بزرگتر تا چه حد به تابلوی پسر گم شده تعلق دارد. آنجا بود که به جاذبه ای که رامبران در آن خلق کرده بود پی بردم نه تنها نور و روشنایی در مصالحه بین پدر و پسر کوچکتر دیده می شود بلکه ظلمت و تباهی که بین پدر و پسر بزرگتر فاصله انداخته بود نیز ملاحظه می شود در اینجا توبه دیده می شود اما خشم نیز وجود دارد سمیمیت و همدلی هست ولی بیزاری نیز وجود دارد. تابش گرم التیام هست اما سردی در چشمهای انتقادآمیز هم نیز وجود دارد در آنجا پیشنهاد عرضه بخشش و رحمت وجود دارد اما مخالفت و ایستادگی در مقابل پذیرش این رحمت هم هست زیاد طولی نکشید که من با پسر بزرگتر در درون خودم برخورد کردم زندگی در مجتمع لارش تاریکی و ظلمت را دور نگه می دارد. برعکس به نظر می رسد که نوری که مرا به لارش جذب می کرد مرا متوجه ظلمت درونی خودم کرد. حسادت، خشم، احساس پذیرفته نشدن، قفلت و مسامحه احساس عدم تعلق واقعی تمام اینها در یک مجموعی که برای دستیابی به صلح و آشتی، عفو و بخشش و التیام و شفا یافتن تلاش می کند، پدیدار می شود. زندگی در مجتمع درهای نبرد حقیقی روحانی را به روی من گشود. مبارزه برای پیشبرد نور و روشنایی درست موقعی که ظلمت و تاریکی خیلی حقیقی هستند. در تمام مدتی که با خودم زندگی کردم به نظر می رسید که اگر پسر بزرگتر را دور از چشم و پنهان از دیده ها نگه دارم برایم آسانتر خواهد بود. اما زندگی با مردمی که احساساتشان را پنهان نمی کنن به زودی این کار را برایم راحت تر کرد تا با این پسر بزرگتر که در درون من بود خوب کنار بیایم. زندگی در مجتمع کمی رمانتیک است. یک نیاز دائمی وجود دارد که انسان را وامی دارد تا از ظلمت و تاریکی که صحنه در آقوش گرفتن پسر کوچکتر توسط پدر را در بر گرفته خارج شوی. معلولین ذهنی چیزهای کمی برای از دست دادن دارند. آنها بیگناهانی هستند که خودشان را آنطور که هستند نشان می دهن. آنها به همان راحتی که عشقشان را ابراز می هراسشان حراسشان را نیز بیان می کنن. نجابت و آرامششان را دلهوره و نگرانیشان را و گشاده دستی و سخاوتشان را همان گونه که خودخواهی و خودپسندیشان را آنها به راحتی و آن چیزی که واقعا هستند نشان میدهند صد دفاعی فریبنده مرا در هم میشکنند و از من میخواهند که من هم مثل آنها همان چیزی یا کسی باشم که واقعا هستم معلولیت آنها پرده از روی من بر می دارد. استراب و نگرانی آنها نگرانی مرا و آسیب پذیری آنان آسیب پذیری مرا با واداشتن من به روبرو شدن به پسر بزرگتر در درون خودم آشکار می سازد. لارش راه را برای آوردن او به خانه باز کرد. همان مردم معلولی که از من استقبال کردند و از من برای شرکت در جشن دعوت نمودند مرا با بدل خودم روبرو کردند و مرا از دوری راه این سفر بی پایان مطلع ساختند هنگامی که این کشفیات عمیقا به زندگی متصل گردیدند بزرگترین هدیه لارش دعوی تبدیل به پدر شدن است چندین سال مسنتر بودن از سایر اعضا و مجتمع و پیشوای روحانی آنان بودن نظر خیلی طبیعی است که فکر کنم که من پدر هستم. البته به خاطر منصبم من عنوان پدر را دارم و حالا باید با آن زندگی کنم. تبدیل به پدر شدن در یک مجتمع معلولین ذهنی و مددکارهایشان بسیار سختتر از دست به گریبان شدن و تقلا کردن برای پسر کوچکتر و پسر بزرگتر شدن است. پدر نقاشی رامبراند پدری است که به خاطر تحمل دردها و آلام بسیار به کلی تحلیل رفته است. او رنجهای بسیاری به خاطر مرگ و میرهای فراوانی که دیده است کشیده و او دیگر کاملا آزاد شده که هرچه میخواهد ببخشد و هرچه که به او میدهند بپذیرد. دستانه گشاده او چیزی را طلب نمی کنند و تکدی نمی کنند. کسی را به محکمه نمی خوانند و هیچ کس را محکوم نمی کنند. آنها دستانی هستند که فقط نعمت و برکت می بخشند و چیزی در عوض نمی خواهند. من اکنون با وظیفه شاق و تا حدی غیر ممکن روبرو هستم و آن عبور از مرز طفولیت و جوانی است. پولس در این باره چونین می میگوید: من وقتی بچه بودم مثل یک بچه حرف می زدم. همه چیزها را آنطور که بچه ها می بینند می دیدم و مثل بچه ها فکر می کردم. اما حالا فرد بالغی شدم و تمام راهها و کارهای کودکانه را کنار گذاشتم. این خیلی راحت است که پسر متمرد کوچکتر یا پسر خشمگین بزرگتر شد. مجتمع ما پر است از بچه های متمرد و عصبانی و احاطه شدن با این افراد در انسان یک حالت به هم پیوستگی ایجاد می کند و حالا که من جزی ای از این مجتمع محسوب می شوم بیشتر احساس تنهایی می کنم. تنهایی یک پدر تنهایی خدا تنهایی قایی و نهایی برای نعمت و برکت و رحمت مجتمع دیگر نیازی به یک پسر بزرگتر یا کوچکتر ندارد خواه هدایت شده باشد خواه متمرد اما به پدری که با دستها و آغوشی گشاده زندگی می کند و همیشه آرزو دارد که این دستها بر روی شانه های فرزندان بازگشتش قرار بگیرند نیاز دارد. اما هنوز همه چیز در من برای گذار از این دوره کودکی و جوانی سرسختانه مقاومت می کند. من همچنان به این دوره چسبیدم. من نمیخواهم پیرمرد نیمه نابینایی باشم من میخواهم به وضوح ببینم که در اطرافم چه میگذرد من نمیخواهم صبر کنم تا فرزندانم به خانه بازگردن من میخواهم در کنار آنان در سرزمین بیگانه یا در مزرعه که کار میکنند باشم من نمیخواهم در مورد اتفاقی که افتاده است سکوت کنم من کنجکاف هستم که تمام داستان را بشنوم و سوالات فراوانی دارم. من نمیخواهم دستهایم را بگشایم وقتی که عده زیادی آرزوی در آغوش کشیده شدن را دارند. و حالا پس از یک دوره طولانی از زندگی به عنوان فرزند من مطمئن هستم که فراخانه حقیقی برای من تبدیل شدن به پدری است که فقط با ترحم و دلسوزی بیپایان برکت و نعمت می بخشد. هیچ سوالی نمی کند. همیشه میبخشد و عف می کند. و هرگز چیزی در مقابل نمی خواهد. در یک مجتمع تمام اینها به طرز آزاردهندهی به یکدیگر مربوط می شوند. من می خواهم بدانم که چه اتفاقی دارد می افتد. می خواهم با فراز و نشیب های زندگی روزمره مردم در ارتباط باشم. می خواهم به خاطر سپرده شوم، دعوت بشوم و از همه چیز اطلاع داشته باشم اما واقعیت این است که فقط معدود این شناخت را از من دارند و آنها هم مطمئن نیستند که چگونه به این خواسته های من پاسخ بدهند. مردم من چه معلولین و چه سایر مردم عادی به دنبال یک همتای دیگر نمیگردند یا یک همبازی دیگر و نه حتی برادری دیگر. آنها در جستجوی پدری هستند که بتواند به آنان عفو و بخشش، نعمت و برکت بدهد. من به روشنی این حقیقت را می بینم که موظفم پدر باشم و در این حال به نظرم می رسد که این امری خطیر و حتی غیر ممکن است. من نمیخواهم وقتی که همه به بیرون رفتن در خانه باقی بمانم. من هم همان انگیزه و احساس آنها را دارم و دلم میخواهد مثل آنها به این طرف و آن طرف بدوم و هر کاری که آنها می من هم بکنم. اما وقتی که آنها خسته براشفته ناامید گناهکار و یا شرمسار به خانه باز میگردند چه کسی از آنها استقبال و پذیرایی کند چه کسی باید آنها را متقاعد کند که به هر حال بعد از همه اینها جایی امن وجود دارد که آنها می توانند به آن محل بازگردند و در آغوش کشیده شوند اگر آن شخص من نیستم پس چه کسی است شادی پدرانه با عیش فرزند متمرد بسیار تفاوت دارد. این شادی نشاتی است بسیار برتر از نپذیرفته شدن و تنهایی. این شور و شعف و شادی پدرانه است که نامش را از پدر آسمانی گرفته است و در خلوت و تنهایی الهی او شریک شده است. این که ادعای ادعای پدر بودن می کنن، به هیچ وجه مرا شگفت زده نمی کند. دردها بسیار آشکارند و شادی ها پنهان. با این حال من هنوز هم از زیر بار مسئولیت یک فرد بالغ روحانی شانه خالی می کنم. آری من حتی به شغلم و حرفه هم, هم خیانت می کنم. اما من چگونه می توانم چیزی را که کاملا برخلاف نیازهایم هست انتخاب کنم. صدایی به من می گوید حراس نداشته باش. این بچه دست تو را میگیرد و به سوی پدر می برد. من میدانم که میتوانم به این صدا اعتماد کنم. مثل همیشه، فقرا، زعفا، ترد شدگان، فراموش شدگان نه تنها به من به عنوان پدر نیاز دارند، بلکه حتی به من نشان می دهن که چگونه میتوانم برای آنها پدری کنم. رابطه پدری حقیقی یعنی شریک شدن در فقر و عشق بی قید و شرط الهی. من از ورود به این فقر حراس دارم اما آنهایی که به واسطه ناتوانی های جسمی و ذهنیشان به این فقر وارد شدن آموزگاران و استادان من هستند. با نظر به مردمی که با آنها زندگی می کنم، مردان و زنان معلول و مددکارهایشان نیاز وافر آنان را به یک پدر می بینم. پدری که برای آنان هم پدر باشد و هم مادر. همه آنها از ترد شدن و ترک شدن رنج می برند. همه آنها در حالی که رشد می کردن آسیب دیدند. آنها می خواهند بدانند که آیا مستحق دریافت عشق بی قید و شرط الهی هستند یا نه. و همه آنها در جستجوی خانهای برای بازگشت هستند که در آنجا با دستهایی که نعمت و برکت ارزانی می دارد، لمس می شوند. رامبراند پدر نقاشیش را به عنوان مردی که بر راه ها و طرق فرزندانش تفوق و برتری یافته است به تصویر کشیده است. تنهایی و خشم او شاید آنجا باشد اما توسط رنج و درد و اشک تغییر یافتن. تنهایی او به خلوتی بی پایان و خشم او به سپاسی بیکران تبدیل شدن. این کسی است که من باید باشم. من این را به همان روشنی و وضوحی می بینم که زیبایی بیکران و خالصانه رحمت و برکت پدر را. با این حال آیا من می توانم اجازه بدهم که پسر کوچکتر و بزرگتر در من رشد کنند و به کمال و بلوغ این پدر پربرکت برسند؟ وقتی که چهار سال پیش برای دیدن تابلوی بازگشت پسر گمشده رامبراند به سن پترزبورگ رفتم لحظه‌ای به این اندیشیدم که تا چه حد با چیزی که دیدم می توانم زندگی کنم من با وحشت در جایی که رامبراند مرا برد ایستادم او مرا از پسر ای که زانو زده بود به پدر ایستاده اما خمیده کشاند از محلی که مورد رحمت قرار گرفته بودم به جایی که رحمت و برکت ببخشم وقتی که دوباره به دستهایم نگاه می کنم می دانم که این دستها به من داده شدن تا آنها را به روی همه رنج کشیدگان بگشایم و آنها را بر شانه تمام کسانی که می آیند بگذارم و نعمت و برکتی را که از عشق بیکران خداوند پدیدار می گردد به آنان پیشکش کنم. پایان کتاب